با سلام، امروز چهارشنبه 23 تیر ماه 1400 و 14 ژوئیه 2021 هستش. من حسن بایگان هستم و امروز بخوام در خصوص نظرات فلسفی خودم و اون کارها صحبت کنم. چرا؟ به دلیل اینکه بعد از این چند جلسه صحبتی که کردم و بعد از سالها که دارم یه سری نظرات رو می نویسم، متوجه شدم که هنوز خیلی ها نتونستن این چیزها رو بفهمن و این کاملا طبیعی هستش. وقتی یک سری نظرات جدید، عقاید جدید میاد که انسان ها با اون آشنا نیستن و به شکل دیگه تربیت شدن و پرورش پیدا کردن، پذیرشش براشون خیلی سخت. به مثال بزنم، مثلا خود مسلمان ها تعجب میکنن که چرا مثلا زمان محمد وقتی اون حرفا رو میزد که برای اینها خیلی معقول و قابل قبوله، چطور مردم رو نمیپذیرفتن، نمیفهمیدن. این همین صحبت الان در مورد نظرات من هست که طبیعی هستش دیگه. وقتی این همه دنیا مذهبی هست، مذهبیون در کل قدرت دارن، همین اروپا کاملا مذهبی هستش، کشورهای مسلمان هم که جای خودشونو دارن، هندویسم هم جای خودشو داره، کشورهای کم مذهبی مثل فرض بکنید چین و روسیه کم هستن، حالا در اونجا هم یه شکلهای دیگه هست، کمونیست هم نوعی شکل مذهبی هستش. خب به سری صحبت ها شد، مثلا همین جایی که الان من نشستم. خب من خونه کوچیکی دارم اما پر از کتاب هست، یعنی اگر این رو فرض کنیم یک قفسه بگیریم تا پایین، حدود 40 تا قفسه اینچنینی پر کتاب هست که حالا اگر کسی مایل باشه میتونه به اون فیلمی که سری اولی که 2 سال پیش گذاشتم مراجعه بکنه و ببینه که آره چی تو تمام محیط پذیرایی، تمام راه رو، حتی وسط پذیرایی قفسه های کتاب پشت به پشت هستش. و تنها جایی که الان تونستم پیدا بکنم که بتونم یه خورده بشینم و رو در رو صحبت بکنم، همین آشپزخونه است. خب آشپزخونم که میزش پره وسائل دیگه است، باید جمع و جور بشه بیارکین. از جمله انتقاداتی که شد که چرا مثلا اینجا بوت شراب است. این یکی از همون مسائل اصلیه که وقتی من مطرح کردم گفتم طرفداران فلسفه من یا عقاید فکری من و نگفتم طرفداران من، خیلی تفاوت است. خیلی تفاوت است که یک نفر بگه طرفداران من و یکی بگه طرفداران فلسفه من، مخصوصا در مسئله فلسفه. حالا در مسئله سیاسی باز شکل دیگه است، آقا میشه لیدر و بقیه رو دنبال خودش به شکل دیگه میکشه، فیزیکی میکشه، اما اونجا کار من فکری هستش. اگر بخوام این نکته رو خیلی ساده روشن بکنم که تفاوت طرفداری از یک فرد و از فلسفه اون چی هست، مسئله خوبی هست برای این کار و اون محمد پیغمبر مسلمان هست. طرفداران اون ضمن این که به قرآن و اون صحبت هایی که اونجا مطرح شده، صحبت های دینی اعتقاد دارن، خود محمد رو هم سلوحه قرار میدن و سنت محمد. میبینید که خیلی میگن سنت و جماعت، اون سنی ها میگن سنت و جماعت، شیعه هم سکر دیگه میگن، اما سنت محمد رو دارن. و به همین خاطره که هنوزم بعد از 1400 سال درگیر این نکته هستن که اگر محمد با یک دختر 9 سال ازدواج کرد، ما هم بعد ازدواج بکنیم، این شیرادی نداره. اگر محمد در جامعه خودش نمیدونم فلان حرف زد، فلان کار کرد، ما هم باید همون کار بکنیم. اگر محمد به مشروب
بند کرد که آره این نباید خورده بشه. البته من راجع به همین شراب خواری یک مقاله مفصل دارم، به توضیحاتی اگر فرصت بشه راجع به این کتاب ها و نوشته های اینها خواهم داد، حتی مخصوصا در مورد شراب یک مطلب کامل دارم با توجه به قرآن و تواریخ این مسائل. در صورت اگر محمد اون موقع به این مسئله پرداخت، الان چیزهایی هست که صدها برابر خطرناک، چیزهایی هست که با یک ذره انقدر نوک این مداد آدم رو میفرسه تو حال هوای دیگه و سه تا اینطوری میتونه طرف رو بکشه. آنچنان آدم رو از یک روحیه خارج میکنه که به هیچ وجه 10 بطری شراب نمیکنه. البته 10 بطری شراب که کسی نمیتونه بخوره، فوقش یکی 2 بطری بخوره میفته میخوابه، خطر زیادی نداره. بنابراین با اینکه من یک سری از مسائل فلسفه هم رو سال هاست دارم مطرح میکنم و خیلی هم دارن میخونن، ولی هنوز اونها هم نتونستن این نکات رو تشخیص بدن. اینجا خانه منه، این شراب هست، من شرابم بخورم. خب شما میخواید بخورید، میخواید نخورید، به من ارتباطی نداره. این نکته هست. من ممکنه خیلی کارها بکنم که مناسب شرایط من باشه، ولی دلیل این نمیشه که همه باید اون کار رو بکنه. خیلی کارها رو نمی کنم، شاید مناسب شرایط من نیست و شاید اصلا ازشون اطلاع ندارم. در یکی از این کتاب ها یک جای اشاره کردم که من حتی نمیدونم عددی بدم که چقدر چیز در دنیا هست که ازشون اطلاعی ندارم، حتی نمیتونم رقم بدم برای اون، بگم 1 میلیارد، 1 میلیارد میلیارد چقدر، اصلا نمیدونم، نمیتونم رقم بدم، نمیتونم بگم که حالا مثلا در این حتی یه خورده اون ورتش چه شرایطی وجود داره که برای من نیست. یه خورده بازترش بکنیم، مثلا در همین اروپا الان ما در سوئد یک قوانینی داریم، فحاشی ممنوع، کاملا ممنوع، و کسی هم که با فاحشه بره اون هم مجازات میشه، حتی جریمه اون بیشتر از فاحشه است که رفتی تو پول دادی، یعنی تو باعث میشه که فاحشگی به وجود بیاد. یه قدم میریم اونورتر، دانمارک، آلمان، نمیدونم هلند، همه اینا آزادن، انگلیس در همه اونجاها آزاد است. و شاید برای اونا عجیب باشه چرا سوئد اینجوریه. خب پس فرهنگ ها فرق میکنه، مردم فرق میکنن، شرایطشون فرق میکنه. اینکه من بگم آره چون من اینجوری هستم دیگران هم اینطور باشن، طرفدار من باشید، رفتار من رو، به این کاملا غلط. اساسا در فلسفه من این هست که من رو نمونه قرار ندید. مثال ساده فرض بکنید، ما بریم در یک فروشگاه، بنده وارد میشم یه پیرهن میبینم میگم چقدر قشنگه، دومی رو میبینم میگم چقدر زشته، نفر بعدی میاد میگه به این چقدر قشنگه، اون یکی رو که ما گفتم زشته میگه برعکس من، یا خیلی نظرات دیگه. پس سلیقه ها فرق میکنه، عادات فرق میکنه، از طرف دیگه انواع غذاهای مختلف هست در جاهای مختلف. آدم میره میبینه که اصلا دیده نشده. خب محمد از کجا میتونسته بفهمه در سیبری چه غذایی میخورن یا در فلانجا؟ حتی اون چیزه که در قرآن و ظاهرا همه فکر میکنن از خداست، اونم اینطوره نیست، حرفای محمد بوده. مثلا نصف مقدار زیادی از قرآن به داستانهای یهودی ها وصل میشه، به داوود و نمیدونم یوسف و فلان و اینا، که داستانی که وجود داشته. لازم نبوده خدا دوباره به محمد بگه که اونم دوباره توی کتاب بنویسه بگه این کلام منه. من اینا همه تو کتاب عدعتیق هست، اینا داستانی بوده که محمد می نشسته در اون میدان شهر مطرح میکرده و پسر عمویش حارث ابن نذیر یا نذیر ابن حارث می نشسته اون داستانهای ایرانی ها رو میگفته و بعد محمد رو مسخره میکرده که ببینید داستان‌های من قشنگ‌تر از محمده. و بعد که محمد قدرت می‌گیره اون رو می‌کشه و داستان‌های خودش رو، یعنی داستان‌های یهودی‌ها رو میاد می‌ذاره تو این کتاب. یعنی
برای خدا دنیا همینه، همین محدوده بوده بگه، یعنی هیچ چیز دیگه به فکر خدا نمیرسیده که گسترده تر باشه، اون خدایی که عالم و آفریده که چهار تا کلمه حرفی بزنه که گسترده باشه. داستان آدم و حوا هم که در همون عادتی اومده و اصلا این داستان مال مندایی هست، همون صبی هست در کتاب اونا هست، یا اصلا به گیلگمش مربوط میشه. نتیجه نداشت خدا به محمد بگه که آره اینا من آفریدم اینجوری اینجوری کردم اینا. به هر صورت خب یک سری حرفا رو محمد زد، دستورات اجتماعی داد، با این ازدواج بکنید، با اون نکنید، این کارو بکنید، اون کارو نکنید. مثلا فرض بکنید در یهودیت، چون در کتابشون اشاره به این نکته نشده که ازدواج با دایی حرام است، اکثر خانواده دختراشون رو به داییشون میدن به لحاظون. حالا اینا کدومش دستورات خداست؟ حالا محمد یک سری اینجوری دستوراتی داد که من با اون کاملا مخالف هستم. هر جامعه برای خودش باید دستوراتی رو داشته باشه. و بعد اینکه رفتار محمد رو هم سرچشمه قرار بدن. خب محمد آدم کشت، لشکر کشید، غزوات، همین کاری که الان یه دم دارن میکنن. و اگر شما بهشون بگید، به این داعشی ها و طالبان و امثال اون بگید، میگه محمد هم کرد. محمد آب رو، اون چشمه رو بس روی دشمنانش که نتونن آب بخورن، از تشنگی تسلیم بشن. خب اونم رو حسین هم این کار کردن، سنت محمد رو اجرا کردن، جای گله ای نداره. شما نمیتونی بگی که بد کاری کردن، طبیعی است تو جنگ همشون هم با هم فامیل بودن. نمیتونید فقط بگید که حسین نوه محمد بوده، نخیر، همشون با هم فامیل بودن. چهار تا خلیفه بودن، دوتاشون به محمد زن دادن، دوتاشون هم از محمد زن گرفتن و همه هم با هم فامیل هم بودن، فامیل های نزدیک بودن. پسر همه و فلان و فهم از این چیزا بودن، چیز مشکلی نیست. خب این قسمت اول که راجع به فلسفه خودم میخواستم بگم که من اون چی که میگم یک فلسفه کامله که همه چیزها رو به یک نوع خاص شامل میشه، همه چیز رو. من اگر بخوام فلسفم رو توضیح بدم، اجازه میخوام که خلاصه اینجا بخونم. من پیشترم بارها در همین جا یا جای دیگه گفتم که من میتونم فلسفم رو در کمتر از یک دقیقه بگم، ولی همون یک دقیقه رو میتونم سالها راجع بهش صحبت کنم. کما اینکه میبینید که حداقل اینجا 6 تا کتاب رو منتشر کردم. ببینید اینجا این مختصر فلسفه نصف صفحه و بعد اینجا یک توضیحات دیگه است. من اینا رو میخونم، فکر میکنم که خیلی سریعتر خیلی چیزا رو روشن میکنه. نوشتم چکیده فلسفه حسن بایگان. یک، هستی. تمام دانش بشر از پیدایش و هستی نزدیک به صفر است. ما نمی دانیم جهان ماده است، خدا آفریده یا چیز دیگری می باشد و یا هیچ است. دو، دلیل رشد. خرد بشر و همکاری جمعی دلیل رشد او بوده و هست و نه پول یا قدرت بازو. سه، مسائل اجتماعی. این مسائل بسیار گسترده و متنوع می باشند و باید توسط مردمان هر منطقه متناسب با زمان بررسی و حل شوند. چهار، حکومت یا مدیریت. همه دولت‌های کنونی در جهان حکومتگر و در خدمت طبقه و یا گروهی خاص هستند. باید همگی برکنار شده و سیستمی مدیریتی در خدمت همه مردمان و طبقات جهت اداره کشور توسط روشنفکران و متفکران مستقل برقرار شود. چکیده فلسفه، چیزی که در مورد مخصوصا مسائل اجتماعی خیلی میشه صحبت کرد. بعد به مسائل سیاسی هم که میرسه دیگه جای خودش رو داره. حالا بیام اینجا فلسفه کامل، من اینجا توضیحاتی دادم راجع به خودم و فلسفه، بیشتر راجع به فلسفه. فلسفه کامل
من یک فیلسوف صاحب مکتب یا صاحب سبک کامل و کاملا مستقل هستم. نظرات من منسجم، منطقی، معقول و علمی و حاصل تمام عمرم و تجربیات تاریخی بشر است. این نظرات حلقه های زنجیروار نیستند، بلکه حلقه هایی هستند که هر کدام می تواند مستقیما به سایرین وصل بشود. با تمام افکار غلط که چون تاری تیره تنیده شده بر مغز بشر است مخالفت می کنم. از روش های خشن، بی مغز و غیر انسانی دوری گزیدم. در طول تاریخ بشر هیچ کسی، پیامبر یا نبی یا رسول، متفکر و یا فیلسوفی در سطح من نیامده و نخواهد آمد، زیرا آنچرا که باید تا آخر حیات بشر به کار برود گفتم. وظیفه دولت ها، وظیفه دولت ها این نیست که با استناد به نوشته ها، صحبت ها و یا رفتار افرادی در گذشته برای مردم تعیین تکلیف بکنند. این حماقت و زورگویی محض است. وظیفه دولت ها نظم دادن و اجرای خواسته های متنوع مردمان متناسب با زمان و مکان و همچنین ارتباطی صلح آمیز با سایر کشورهاست. نگاه به رفتار انسانی. آن که در برابر خود انسان نمی بیند، بلکه رنگ، دین یا پول را می بیند، انسان نیست. البته در پس گفتار کتاب هام نیست به همین نکته اشاره داشتم که نظرات من چی هست و چرا سایر فلسفه ها و نظرات و ادیان رو کنار میزنه و برترین هستش. حالا بعد یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، چون خیلی من رو نمیشناسن، اکثرا نمیشناسن، در یه سطح خاصی من رو میشناسن که اتفاقا همون رو فکر کردم که دقیقا نمیدونن فلسفه من و این چیزا من چی هست و این از کجا اومده. من یک حرکتی رو حدود شاید 28-9 سال پیش آغاز کردم که این حرکت برای خیلی در جهان شناخته شده هست، در میان ایرانیان سیاسی، در میان روشنفکران ایرانی و برای سازمان‌های امنیتی جهان که پیگیر این جریانات هستند، تمام افرادی رو که یک حرکتی رو میکنن زیر نظر میگیرن. من به اشاره بکنم، من قبلا این فیلم ها رو به صورت فیلم میگرفتم و در یوتیوب میذاشتم، ولی دوستان اشاره کردن که بهتره به صورت پادکاست هم پخش بکنید. بنابراین مجبورم بعضی وقتی یک توضیحاتی بدم برای اونهایی که تصویر رو نمیبینن. مثلا وقتی من کتابی رو نشون میدم، اینا این کتاب رو نمیبینن. بعد یه خود توضیحاتی هم بدم برای کسانی که به صورت صوتی اینو در آینده خواهند شنید. این هم پرانتزی بود برای یه مسائل. بر صورت خود این نکته که چطور شد من به اینجا رسیدم و در همین کتابی که برای به انگلیسی برای کل جهان پخش کردم، مخصوصا مسیحیان و یهودیان، که چطور شد من تونستم به این مرحله برسم که بعد 2000 سال نشون بدم عیسی مسیح یهودی نبوده، مندائی بوده، یا اونچه که در قرآن ازشون اسم برده صبی بوده، در ایران هم میگیم صبی و مختصله و امثال هم عمودیان بهشون میگن. این دلیل داره و برای اینا توضیح دادم که شما به صورت انسان‌هایی که در غرب به دنیا آمدید نمیتونید به این نتیجه برسید، یا اونایی که در چین به دنیا آمدید. این چیزهای مربوط به خاورمیانه است، چیزهایی که مادر بزرگای ما هم به صورت داستان قصه‌های شب برامون میگفتن لالایی، به مقدار زیادش هم به اون
نوع زبان و این مسائل بستگی پیدا میکنه، مقدار زیادیش حتی نوشتاری صحبت و اسامی. خب این یه قسمت قضیه. بعد اینکه چطور شد من به این فلسفه رسیدم، این را هم توضیح بدم تا برسم به اون جریانی که پایه گذاشتم و چی شد. حالا چرا این نکته هم میگم؟ برای اینکه الان حدود 28-29 سال از اون جریان میگذره و من هیچ وقت علناً مطرح نکردم که پایه‌گذار این جنبش، این حرکت من بودم و هنوزم هستم. فقط یک بار 2 سال پیش که ایران بودم در یک جمعی از روشنفکران و نویسندگان و اینا، موضوعات پیش اومد. اتفاقا شبیه بود که فرداش تظاهرات شد راجع به اون بالا رفتن قیمت بنزین و نفت اینا. وقتی من گفتم که آره من این جریان را انداختم، یک بار دیدم یه عده بلند شدن دست زدن گفتن آره تو رهبر ما هستی، ما نمیدونستیم. خب برصد یک موقع هم آدم باید اعلام بکنه، چون این جریان خطرناکی نیست. مخصوصا این که الان که همه سازمان‌های امنیت دنیا میدونن، اونایی که میخوان من رو بکشن و گفتن میخوان، میدونن پسر که خب دیگران هم بدونن دیگه این داستان که چی هست و چطور شد من که این داستان رو، این به قول معروف جنبش و حرکت را انداختم، چطور شد به این مرحله رسیدم. خیلی بخوام سریع رو این داستان پیش برم، من از شاید 1-2 سالگیمو یادم میاد یه اتفاقاتی افتاد، مخصوصا اون زمانا جریانات 28 مرداد و این داستانه که مادرم میگه تو سر شیر بودی و بر صورت میگن بچه رو از بچگی وقتی حرف میزنی باش از همون زمان تو قنداق یه چیزا یاد میگیره، مثلا از بچگی وقتی تو گوشه بچه میان اشهد میگن یا فلان، از بچگی اینو با این افکار بزرگ میکنن، شستشو مغزی میدن. خوشبختانه خانواده ما این چنین نبودن، حالا مادر منم مذهبی بود ولی اینطور خشک مذهبی نبود، و چون این جو به قول معروف انقلابی اون موقع رخ داده بود و آبادان هم یک شهر خاصی بود، بیشتر کارگری بود و چپ بود، این حرفا مطرح میشد. به هر صورت من از همون بچه که با این حرفا عادت کردم بزرگ میشم. بعدم که یه خورده بزرگتر شدم تو خانواده بحثای سقراط و افلاطون این مسائل پیش می اومد. منم 6 سالم نبود رفتم مدرسه، همون موقع هم که رفتم درسای برام خیلی آسون بود، درسای ابتدایی به نظرم خیلی بچگانه می اومد، الف به و نوشتن و بعد از 1-2 سال شروع کردم به خوندن همین اطلاعات کودکان و کیهان و بچه ها. من و برادرم یکی اون اطلاعات کودکان میخریدم، یکی کیهان بچه ها با هم تقسیم میکردیم. بعد به واسطه تشویقهایی که در خانواده میشد، به جای اینکه پولامونو بریم خرجای چیز بکنیم، کتاب میخریدیم، کتابخونه مختصر هم داشتیم. علاقه من بودم دیگه از همون بچه که به سری مسائل و مطالعه، تا اینکه بر صورت تصمیم گرفتم برای سری فعالیت سیاسی اصلا از ایران برم و حتی ابداً هم کنکور ندادم. نکته جالبی که بعد اینجا پرانتزش رو باز بکنم، بعد در یک موقع باز بهش میرسیم، این بود که در حدود 14-15 سالگی یه بار یک کتابی فکر میکنم نوشته حاسد جوادی بود، راجب مسائل سیاسی بود، باز میکردم کتاب رو میخوندم، نوشته بود که استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی امکان ندارد. درکش اون موقع برای من یه خورده سخت بود، خیلی طول کشید، 10 بار خوندم. بعدم صحبت کردم با همون اطرافیان در خانواده تا مسئله برام روشن شد. چیزی که الان میبینم اکثرا هنوز نمیفهمن، نمیدونن که در این درگیری هایی که در جهان هست، کشوری نمیتونه مستقل باشه از نظر سیاسی وقتی که اقتصادش وابسته است. مثلا فرض بکنید که همین اروپا وقتی که آمریکا بهشون فشار آورد که شما حق ندارید با ایران فلان بکنید، همه عقب کشیدن، چون به یه شکلی همه اقتصادشون به دلار آمریکا وصل شده بود. یعنی یک نوعی نشون دادن که همینا مستعمره هستن، استقلال نداره. من در یک مرحله دیگه در جای دیگه پیشتر راجع به این صحبت کردم که
استقلال چی هست، آزادی چی هست، دموکراسی چی هست، و کشوری که استقلال نداره آزادی و دموکراسی هم نداره. این چیزی که شما فکر میکنید اینجا دموکراسی هست وجود نداره. این کتاب فلسفه واقعی فلسفه کاذب، چرا افلاطون دموکراسی را بدترین سیستم نامید. من وقتی این رو نشونه پروفسورها در کشورهای مختلف میدادن میگفتن ای کاش این به فارسی به انگلیسی بود ما میتونستیم بخونیم این کتاب رو. اما هنوز میبینم یه عده که خیلی ادعای فهم و کمالات سیاسی دارن، متوجه این نکته نیستن که وقتی این کشورها نظر سیاسی نظر اقتصادی وابسته هستن، وقتی که یک کمتری معامله انجام میده آمریکا میگه اینقدر میلیارد دلار، صدها میلیون دلار جریمه به ما بده و نمیتونن حرفی بزنن، این یعنی استقلال سیاسی ندارن. عرض کردم که صحبتهای من خلقای زنجیر اینجوری نیست. اگر میخواید اینو میفهمید باید صبر و حوصله داشته باشید، همشو گوش بده، چون هر کدوم از این زنجیرها خلقه ها در جای بس میشن. ضمناً اگر با این صحبتهای من به یه شکلهای کاملا مخالف هستید، مثلا مذهبی خیلی فناتیک هستید، لازم نیست به خودتون زحمت بدید، بلش کنید، بگید آقا جان اینم داره حرفایی میزنه، نه نقشه قتلمو بکشید، نه خودتون زحمت بدید. من 28 ساله یک حرکتی رو شروع کردم و فعالیت سیاسی عملی رو کنار گذاشتم. چرا که بعد از سالها فعالیت‌های مختلف بودن در فعالیت سازمان سیاسی رسمی و امثال هم و مایه گذاشتن از جان که چندین بار من حکم اعدام داشتم، حداقل 3 بار در ایران، 1 بار در دبی و در سوئد هم که یهودی ها گفتن بر مبنای عهد عتیق باید کشته بشه، اینا از همه خطرناک‌تر است. خب من 27 سال پیش صراحتاً به تمام سازمان‌های سیاسی که باشون رابطه داشتم گفتم من دیگه نمیخوام هیچ رابطه داشته باشم و نمیخوام هم بشناسم شما رو دیگه. چرا که نمیخوام فردا یه صحبتی بشه بگن آره این مثلا خبرچینی کرد یا فلان کرد، اصلا برام ارزش ندارن. چرا؟ برای اینکه من موقع هم گفتم که درست کردن یک تشکیلات سیاسی کاری نداره، مخصوصا اگر وابسته به کشور خارجی بشی پول بیاد پشتش کاری نداره، مستقلا باشه 10 تا آدم پیدا میکنه. ولی مشکل ایران و جهان این نیست، درست کردن تشکیلات نیست. خیلی از این تشکیلات ها اصلا سازمان های امنیتی را میندازن، بود سازمان امنیت فلان کشور یک تشکیلات را میندازه به دلایل مختلف. معروفه که دانمارک سازمان امنیتش یک حزبی درست کرد که 4 تا از این ماموران امنیتی بالا بودن، این حزب کمونیست را انداخت که بتونن برن مثلا یه جوری با ماو نزدیک بشن، که نهایتا به یکی از معاونای ماو رسیدن. از این کارا زیاد صورت میگیره. ولی مشکل از نظر من این نبود، مشکل ایران و جهان نداشتن یک فلسفه بود. چرا؟ خود من که رفتم از ایران بیرون و در واقع 14-15 سالگی بعد از خوندن قرآن و عهد عتیق و سالها اونا رو میخوندم، از 9 سالگی شروع کردم به خوندنشون. بله عهد عتیق و عهد جدید رو من فارسی داشتم. از اون موقع وقتی با پدرم رفتیم سفر اصفهان در کلیسای ارامنه به ما دادن و من از اون حدود 11 سالگی شروع کردم به خوندن تمام اینها. بعد 14 سال بودم حدودا، گفتم خدای وجود نداره، اون چیزی که من فکر میکنم انسانی هست حتی تو این کتاب ها پیدا نمی کنم، که اینجوری نیست که دنیا. خب لامذهب کامل و به هیچی هم اعتقادی نداشتم، ولی وقتی اومدم دیگه رفتم هند برای تحصیل و بخواستم وارد فعالیت سیاسی بشم، می دیدم هیچی وجود نداره. یک طرف حالا ملیگرا یا هر چیزی، اینا نهایتا وابسته به دین اسلام بودن، یک طرف هم کمونیست ها بودن. اسلامو که امتحان کرده بودم و کنار گذاشته بودم، کمونیست رو پذیرفتم در این حالی که اصلا اون لحظه میدونستم که این نقایص عجیب غریبی داره، ولی چاره نبود دیگه، با اون ادامه دادم تا اینکه اون چیزی که دنبالش بودم بس همین دنیا گشتم خودم پیدا کردم به عنوان اون فلسفی که الانم ارائه دادم. خیلی تلاش کردم، همیشه آرزو میکردم کاش که یه نفر باشه
حرف عمیق درستی زده باشه که منطقی باشه بتونم بپذیرمش و دنبال اون برم، به قول معروف خیالم راحت بشه، کار آماده دستم بیاد. پیدا نمیکرد. ابتدای صحبت گفتم تغییر فکر خیلی سخت استش. یکی از سخت‌ترین چیزهایی که دنبالش بودم همین مسئله اجتماعی بود، چون همه این ادیان، همه این داستان‌هایی که از قبل بوده سعی می‌کردن برای انسان‌ها تصمیم می‌گیرن که راه روش زندگیشون چی باشه، با کی ازدواج بکنه، چطور لباس بپوشه، چه خوراکی بخور، فلان اینها. من هم یه جورای خوب شستش و مغزی شده بودم، در این همچین جوامعی بزرگ شده بودم، این دنبال این می‌گشتم که این چطوری باید حل بشه. شاید 20 سال فقط راجع به همین مسئله فکر می‌کردم که این چطوری داستانش، کدوم راه حل بهتره. بعد دیدم که اصلا این سوال غلطه. مثلا ما رو سوال‌ها شستشون مغزی دارن در این مسیر غلط انداختن. اصلا دلیلی نداره که اون قوانین اجتماعی که در این کشور پیاده میشه در ایران هم همون باشه. شما نگاه بکن ایران با افغانستان، پاکستان با ترکیه، اینا هم فرق میکنه با عربستان. ترکیه زن و مرد آزاد هستن، اروپاییش در هر جوری میره، یا مثلا در مالزی یا در اندونزی شما میرید دختر مسلمان پیشیده رو میبینید، بغلش حالا ممکنه دختر مسلمان یا غیر مسلمان لختم میستد، اونجا دارم هم کار میکنه، هیچ مشکلی هم ندارن، مشروع فروشی هم دارن. حالا ایرانه که رفته عربستان رو برای خودش نمونه گرفته و بدترین نمونه ها رو آورد و با اون حرکتش هم زمینه برای امثال داعش و طالبان رو در منطقه ایجاد کرد. حالا باید خودشون بیان و اصلاح میکنن خودشون این داستان رو. به هر صورت مقصودم این است که به این آسونه نمیشه فکر رو عوض کرد. پس من توقعی ندارم کسی که سالهاست من رو میشناسه و فکر میکنه با نظرات من آشناست، ولی وقتی میبینه مشروب اینجا، مشروب نظار اینجا، مردم فلان، به من ارتباطی نداره. ببینید، من زمانی که همون کمونیست رو پذیرفتم و میخواستم مثلا مبارزات انقلابی بکنم یا مسلحانه، سالها به خودم زجر دادم، مشروب نخوردم و خیلی کارهای دیگه نکردم. گفتم مثلا در فرهنگ ایران مردم مسلمان هم مشروب نمیخورن. میخوردم قبلش، ولی از اون زمان که دیگه رسما وارد این کار شدم گذاشتم کنار. جوانی خودم رو اونطوری کردم، کمترین خطایی نرم، چون اینجوری مردم اینجوری هم. تمام تلاشم رو میکردم که کمترین خطایی نکنم. البته از اون بابت ناراحت نیستم که فرض کنید دروغ نگفتم، مال کسی رو نخوردم، به قول معروف زندگی کسی رو نابود نکردم، به اینها افتخارم میکنم. ولی خب یه سری چیزا هم که فکر میکردم من مثل مشروب خوردن در فرهنگ مردم نباید من بخورم که انقلابی هستم و اینجوری. خب نه، چرا، مشروب هست در فرهنگ ایرانم بوده، هر کس دوست داره، در سایتم هستش، در کتابم منتشر کردم، حالا برای اینم توضیحاتشو میدم. ولی شما اگه فقط در گوگل بنویسید حسن بایگان، حالا چه فارسی چه انگلیسی فرقی نمیکنه، صدها مورد در مورد من، از مطالب من، از سایت خودم، از سایت های دیگه که نوشته های من رو منتشر کردن، بازنشر کردن، اومده. جالب اینه که نوشته های من رو هر کدومش رو یکی از سازمان ها پذیرفته. مثلا فرض کنید یکیشو حزب کمونیست منتشر کرده، یکیشو یه گروه مذهبی منتشر کرده، یکیش رو ملیگرا منتشر کرده، که سلطنت طلب منتشر کرده، حتی حزب اللهی ها در خصوص سنگسار که الانم در ایران برداشته شد، خاطر نوشته من بود که نشون دادم سنگسار در یهودیت است. حالا تمام این نکات رو من سر فرصت بهش بر میگردم که چطور این یهودیت تمام اینها رو آورد و چه چیزهایی از یهودیت وارد اسلام شد و حالا این آخونده بی سواد به تمام من آیت الله های بی سواد بارها نوشتم. بی سواد؟ بله. سواد نیست که شما صد بار هزار بار بشین قرآن بخونی یا تفسیر کبیر رو بخونی یا فلان رو بخونی. بخه، شما باید بری اون عهد عتیق رو بخونی، صد بار هم بخونی، عهد جدید رو هم بخونی، تلمود رو هم بخونی که مجموعه رساله های آخوندهای یهودی است، تا
تا ببینی چطوری اون یهودی هایی که مسلمان شدن اینها رو با خودشون آوردن تو اسلام. و الان شما میگی مال اسلامه. آخه تو سواد نداری. جالب اینه که متاسفانه بسیاری مردم ما حتی ارزش کتاب رو نمیفهمن. خیلی به من میگن این همه کتاب داری برای چی؟ چه جوابی برای آدم بده؟ و شما میشینی به صحبت‌های یک آدم کاملاً بی سواد مغرض در رادیو تلویزیون‌ها یا در این چیزا گوش میدی و نمیفهمی اونجا کجاهاش داره اشتباه میکنه و کجاهاش داره شما رو به بیراهه میکشونه و شستشو ملغی میده. چرا؟ برای که شما اصلا کتاب نخونده، کتاب ندیدی، اونم نخونده. یکی از این آقایونه که خیلی صحبت میکنه و میاد خیلی هم فکر میکنه که سواد داره، دوست اینجا بود، یادش بخیر، آقای دکتر محمد علی نجفی، که هیچ کس نمیدونست چی کار است، ولی من در ایران که بودم وقتی تحقیق کردم از مسئولین ارشاد گفتن که این رئیس کتابخونه سلطنتی بوده. آدم بسیار مطلع بود. من متاسفانه اون از دست دادم، فوت کرد. اون گفت این آقایی که میاد این همه صحبت میکنه و به قول معروف اسلام شناس ماهری نشون داده میشه، گفت این سواد نداره. این یه عده براش مینویسن بهش میدن میگن بخون. یک بار یک آقایم الانم خیلی معروف شده، هنوزم هر دفعه صحبتی میکنه 10,000-15,000 نفر ظاهرن تو این چیزا میان یوتیوب رو نگاه میکنن. چند سال پیش بود دیدم تو فیسبوک یه چیزی نوشته، فکر کردم این جوانه، کمکش بکنم. نوشتم این چیزی که شما میگه این نیست. اونجوره دیدم خیلی قلدر برخورد میکنه. این کی هست؟ من قبل اینکه بخوام جوابی بدم اول نگاه میکنم که این شخص کی هست، چی هست. دیدم بله، این اومده یه تلویزیونی داره همینجوری میشینه و صحبت هایی میکنه. بعد در ضمن صحبتاش میگه فتوح البلدان، دوبار هم گفت. نوشتم که آقا جان شما که اینجوری ادعا میکنه این که فتوح البلدان نیست. بلد یعنی شهر، جمعش بلدانه. بعد خواست که مثلا خودی نشون بده عکس اون کتاب رو که تو اینترنت بود گرفت و فرستاد. نوشتم که شما تو سواد فارسی خوندن هم نداری. نگاه بکن این زمه بالا، واو بالا رو بلدانه. اگه بلدان بود فتح داشت و تشدید. حالا اینجور آدم ها میان و یه عده هم میشن بهبه و چهچه میکنه. اونی که نمیخونه و همین طوری بهبه و چهچه، اون خطرناک. شما که همین طوری تحت تاثیر قرار میگیری بدون اینکه چیزی بدونی و بعدم حاضر میشی بیای یه جایی شلوغ بکنی، اینی میگن آنارشیستگی. سعی کن یه چیزی یاد بگیری. میان به من میگن که کتاب برای چیه؟ از این مسخره تر بعضی ها میگن این کتاب رو همشو خوندی؟ یادم نمیره، یادش بخیرم، این آقای دکتر نجفی عزیز اون موقع یک خبری در بی بی سی اومده بود که یک آقای خبرنگاری رفته بود با یه شخص اهل کتاب، دانشمندی، حالا تو همین روابط مصاحبه بکنه. بعد دیده بود اونم خیلی کتاب داره، پرسیده بود همه این کتابا رو خوندی؟ آقای جواب داده بود نه، 4 تاش. کلی خندیدیم با این داستان. آقای نجفی گفت مسخرش کرده. گفت آخه این سواله، تو که خبرنگاری اومده با یه همچین شخصی میخوای مصاحبه بکنی، اینقدر عقلت نمیرسه که یعنی کتاب یعنی چی؟ افرادی میان با یک دنیا ادعا همین سواله میکنه. منم میخندم میگم نه، برای قشنگیه، قشنگ خوبه. آخه شما عقلت نمیرسه که یک فرض کنید مثلا فرهنگ لغت ده خدا 50 جلد، این چیزی نیست که آدم بشینه 50 جلدشو بخونه. 4 تا قفسه فرهنگ لغت، دارت المعارف، کسی نمیشونه بخونه. بعد اینا مرجعن یا فرض بکنید این کتاب های افشار هستش، اون
تحفه الهند نمیدونم یک سری کتاب های مرجع هستن، ادبیات مکتب خانه ایران 3-4 جلد بزرگ، ادبیات عامیانه ایران، اینها رو به عنوان مرجع یک آدم اهل علم اهل کتاب باید داشته باشه. یکی در سطح من و من افسوس میخورم که جا ندارم که اینو بیشتر بکنم، تا هر موقع به یک نقطه برخورد کردم بتونم به 10 تا کتاب مراجعه بکنم ببینم چی هست. خب این حرفا رو باز در جای دیگه بازتر میگم. پس دیدیم که رفتم هند و راه چاره نبود، با سازمان های کمونیستی فعالیت کردم، سازمان های نظامی فعالیت کردم، مراحل زیادی طی شد. خب 2-3 بار در ایران دستگیر شدم، حکم اعدام داشتم، یکیشم خلخالی داد، یکیشم در منطقه جنگی بود. حالا دست تقدیر و یک مقدارم چون اول انقلاب من متوجه شده بودم که یک سری از این آدمایی که وارد شدن تو سپاه اینا یک مش آدمای شروری هستن و خیلی هم هیجان زده، درست مثلا نمونه همین طالبان که الان میبینیم، اگر یک چیزی رو سر زد تصمیم میگیره طرفو میکشه و فلان اینا. و دیدم چه جوانهایی به کاری نبودن، فقط به خاطر اینکه قلدری کردن رو در روی اینا بدجوری ایستادن خیلی راحت اعدام شدن. سعی میکردم به قولم نرم باشم، به هر صورت شاید هم به خاطر همون راستگویی ها که نجاتم داد واقعا. مثلا در یک مورد قرار بود جای بریم، به من پیشنهاد دادن شناسنامه یک شخص یکی از روستاهای تبریز بود اونجا، حال گفتم من که اصلا ترکی بلد نیستم، اگه بگیرنم خب همه چیز معلومه دروغ و پدرم در میان. همین هم شد اتفاقا، گرفتنم. ولی بعد من وضعیت خودم رو گفتم که آره اینجوری هم آبادانی هم. یک نفر برای اینکه راست و دروغ رو مشخص بکنه با آبادان آشنا بود، اومد سوالات کرد و آره بابا این آبادانی هست. اگه شناستم اون وره میدادم که پدرم در اومده بود، میفهمیدن و همونجا سرزر به اعدام میشد. و البته شنیدم که داشتن میگفتن که بنابر صحبت خمینی، امام خمینی، کسی که آدم نکشته ما نمیکشیمش. خب منم که هنوز آدم نکشته بودم، حالا جای نرفته بودم و خوشبختانه دست تقدیر بود، یا اینکه خودم علاقه من به آدم کشی نبودم، اون موقع هم که امکانش بود کسی رو نکشتم، دستم خونی نیست، حتی کسی رو هم زخمی نکردم، در حالی که همیشه در شرایط جنگی نفر اول میدویدم میرفتم جلویش، بیمی نداشتم از چیز. بر صورت این پیگیری مسائل فلسفی و تجربیات عملی که در زندگی پیش اومد و دیدن بنبست های سازمان های سیاسی و اینکه چطور اینا حتی به دامان کشورهای مختلف میفتن، اصلا تئوری ندارم. مثلا همون موقع که خب من هم جزء سازمان فدایان خلق بودم و بعد حزب توده اومد اینا رو چیز کرد، یادم میاد که دقیقا به بچه ها میگفتم حزب توده با شمشیر کهنه توری که زد سازمان فدایان قلعه هم کرد، برای اینکه توری نداشت. اینا افتاده بودن دنبال نظرات مارکس، اما خود نظرات مارکس کلی اشکال داره. دیدید که من وقتی براتون این قسمت فلسفه خودم رو خوندم که ما نمیدونیم دنیا چیست، وقتی میگه این ماده است از اول ابتداش اشتباه، وقتی میگه مثلا بردهداری فلان بهمان این اشتباهه، وقتی میگه زور بازوی کارگر این اشتباهه، وقتی میگه حکومت کارگری اشتباه، یعنی 4 تا نکته رو که من برای فلسفه مطرح کردم کاملا اشتباه داره میگه، کاملا اشتباه گفت و همه دنیا رو به هم ریخت. البته قبلا هم صحبت کردم، در پرانتزم بگم این مارکسیست به این شکل نبود که پیرو شد، این در واقع صهیونیست ها، یهودیان صهیونیست، روچیلد و امثال هم پولدارای صهیونیست اونجا بودن که میخواستن فروماسونری رو داغون بکنن، از نظرات مارکس استفاده کردن و لنین و تمام اطراف هم یهودی بودن، اینا با هم زدن، روسیه رو به هم ریختن و اروپای شرقی رو به هم ریختن و قدرت در جهان به دست یهودی صهیونیست افتاد که الان میبینیم بانک ها رو هم دارن و چه کارا میکنن، اونم باز در جای دیگه بیشتر مفصل توضیح میدم.
مجموعه این مسائل و مطالعات فلسفی اساس فلسفه که همون هنوزم و هنوز همون افلاطون هستش، چه شیرین مسائل رو بیان میکنه و با آدم یاد میده که چطور فلسفی فکر بکنه، باعث کردید که من به یک نتیجه رسیدم. نتیجه که در همین فلسفه من مطرح کردم، یعنی عقل بشر، نه اینکه سرمایه دار حکومت بکنه یا کارگر، یک عده آدم هایی که عقل مدیریت دارن. من با سرمایه دار مخالف نیستم، ولی با سرمایه داری مخالفم. من الان چون سرمایه داری از همه چیز دارم. اگر برای شما وضعیت سوئد رو در آینده حتما توضیح میدم، متوجه میشه که چه فاجعه‌ای در سوئد است و اگر یک موقع اتفاقی بیفته چطور این مملکت برباد رفته است، چطور این مملکت برباد رفته. باور کردنی نیست؟ چرا؟ خیلی آسونه، خیلی آسونه. برباد رفته است، مردمش بیچاره میشه، همه چیز برباد میره. کارگرم که الان ما میبینیم دیگه طبقه کارگر اونجور نیست. این تلفنی که الان من خریدم و داره فیلم برداری میکنه و بعد میذاره، ما این نمیدونم آیپد و فلان اینجا، اینا همه صنایع الکترونیک هستن که در کارخانه ها، وقتی هم کارخانه هاشون نگاه بکنی آدم نیست، ماشینا دارن کار میکنن. کارگری که اونجا هست خود اون ممکنه اصلا تحصیلات بالایی داشته باشه، حتما هم در این قسمت های فقط آدم های با تحصیلات بالا دارن کار میکنن، مخصوصا در اون کلین روم یا اتاق تمیز. اونا صد برابر تمیزتر از اتاق جراحی هستن. اتاق جراحی اصلا کثیفه، کثیفه، بوی کثافت و همین چیزا هست. مثلا اونجوری نیست، باید کاملا تمیز باشه و خیلی شرایط دیگه داره که خب من این درس های فنی رو کاملا خوندم، تقریبا تمام دروس فنی رو خوندم بخاطر اینکه به فلسفه کمک کنه و علاقه هم داشتم. به هر صورت اینها به من کمک کرد تا نهایت به این نتیجه رسیدم که اداره مملکت ها باید به دست یک سری آدم های عاقل روشنفکر باشه. هرچند در اون مدینه فاضله و امثال هم که افلاطون هم مطرح کرده بود هست یک همچین چیزهای خوب، البته همون هم همون صحبت هم برسای یک جوری به قول معروف پس کله آدم میشینه و یک جایی خودشو نشون میده بر صورت، ولی واقعا اونجور نبود که اون به من اینو گفته باشه. بعد از این چیزا حالا اونم در پس کله آدم به این نتیجه رسیدم و حدود 27 سال پیش اون جنبش رو اعلام کردم به اسم جنبش روشنفکری خط تیره ایران. خط تیره ایران به این خاطر که هر کشوری میتونه برای خودش جنبش روشنفکری ایجاد بکنه. جنبش روشنفکری مثلا فرض کنید فلان کشور. من اخیرا در سفرهایی که به چند تا کشور داشتم با پروفسورها و اساتید دانشگاه های علوم اجتماعیشون که صحبت میکردن، وقتی که فلسفه من رو میپذیرفتن میگفتم این کارم بکنید، شما در کشور خودتون جنبش روشنفکری خط تیره این کشور، خط تیره این کشور رو هم ایجاد بکنید. کار طول میکشه ولی خب به هر صورت باید انجام بگیره. همون ابتدایی که این برنامه رو راه انداختم خیلی ها تماس گرفتم. خب یه دم میشناختن، یعنی مثلا من فعال سیاسی بودم تا هیچ وقت دوست نداشتم علنی بیام جلوی پرده و صحبت بکنم. کما اینکه همین الان هم اگر نگاه بکنی صحبت های من خیلی کم است، اما نوشته هم زیاده. در سایت هم 100 خورده نزدیک 140 تا مطلب است. این کتاب هم هر کدوم مجموعه مقالات هستن که شاید کمتر از نصف نوشته ها من هستن و بیشتر از اونو علاقه به خوندن دارم و یادگیری. خیلی خیلی بیشتر از این که بخوام بنویسم علاقه دارم که باز بخونم و یاد بگیرم. و الانم که یادگیری فقط خوندن یک سری کتابا نیست، حقیقتا دنیا به یک شکلی تغییر کرده که انسان باید با علم روز هم پیش بره.
من چون دروس فنی رو خونده بودم، یک موقع یه دوستی دانشجوی مهندسی بود اینجا، ازش پرسیدم نانوتکنولوژی الان علم روزیه، چطوریه، چی هست؟ نمیتونست توضیح بده. بعد رفتم این رو هم خوندم در دانشگاه، دیدم عجب علمیه. من اگه کسی ندونه نانوتکنولوژی چه کار داره میکنه در دنیا، چطور همه چیز رو، شیمی هستش در اصل، چطور همه چیز رو به هم میریزه و به قول معروف جوری میگن علم روزه. البته باز در عرض 10 سال پیش که من این رو خوندم میگفتن علم روزه، الان یک چیزهای دیگه اومده که اصلا آدم نمیتونه بگه علم روز چی هست. خب کسی که بگه من فیلسوفم و علوم روز رو ندونه که مثلا این ساتلیت رو چطوری میفرسن، موشک رو چطوری میفرسن، این نیروهای اتمی چطوری کار میکنه، علوم فنی رو ندونه. قبلنا میگفتن که در زمان سقراط و افلاطون شخص باید خب یه مقداری از این علوم ساده اون زمان، خب خیلی کم بود، ولی خب همونم برای مردم عادی زیاد بود، یه عده خاص داشته، اونا رو بدونه، در جنگ هم باید باشه، شجاعت داشته باشه. پس از اون چند قرن اخیر اکثر اونه که به فیلسوف مطرح می شدن که مطرح هم بودن، مثل پاسکال و همسال هم اینا اهل علم فنی هم بود، اصلا پاسکال فیزیکدان بود. الان دیگه اینطور است. حالا هرچند میان اسم میذارن مثلا فلسفه سیاسی، این آقا فیلسوف سیاسی، این فیلسوف فلانه، این فیلسوف بهمانه، ولی خب اینا کوچیک کوچیکه، اینا در کل هیچ کدوم یه فلسفه کامل ندارن. من برای اینکه به اون برسم این کار کردم. مثلا مخصوصا فرض کنید که حدود 42-43 ساله بودم، خواستم برم همین فلسفه و این علوم رو در دانشگاه بخونم. با مشاور که صحبت کردم، مشاور دانشگاه، گفت تو الان دکترا حساب میشه با این چیزایی که نوشتی، برای چی میخوای بخونی؟ گفتم خب برسات بعد کارم بکنم توی این دنیا، برم دکترای بگیرم و به اسم دکترا بهم کار بدن. گفت اگه اینجوری که شما برو نمیدونم دیپلمت هم بگیر، دیپلمت عوض کن و فلان. اومدم کلاس، دیدم یه نشستن اصلا هیچ از تاریخ و مسائل اجتماعی، یکی نمیدونم تو عمرش تو رستوران کار کرده، یکی فلان کار کرده، معلمم که خودش چی بلند نیست. بعد دیدم که نه خیر، اگه من بخوام این دروس رو تو دانشگاه بخونم اصلا یه جوری عقب رفتم، مجبورم با سیستم اینا پیش بیام که اصلا آدم رو کاملا عقب بکشونن. میشد که بیشتر نیروم رو گذاشتم روی این کار. البته چرا اون موقع می تصمیم گرفتم؟ چون اون موقع وام دانشجو رو تا 45 سالگی میدادن. خواستم قبل از اون خودم تکلیفم رو روشن بکنم. بعد دیدم که نه اصلا اونجور نیست. صحبت چند سال پیش میشه؟ من 42 ساله، یعنی الان حدود شاید 25 ساله میشه ازش گذشت از اون زمان. اگر اون مسیر رو میرفتم کاملا کجراه بود و مثل بقیه آدمایی که تو دانشگاه رفتن، یکی شد حالا فیلسوف هم میشه، فیلسوف فلان، فیلسوف فلان قسمت، کوچک کوچک. یعنی من تصمیمم رو گرفتم، اینایی که میرن دانشگاه از یک، فرض کنید اگه تحصیلات ما دوره دبیرستان یک مقطع چیزی داره، بعد اینجوری هی کوچک بشه، میاد یه مثلثی میاد پایین. دبیرستان ما فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم، ادبیات میخونیم، طبیعیات میخونیم، بعد میای دانشگاه مثلا فرض کن میگه فیزیک یا تاریخ و فلان، بعد میای بالاتر، تاریخ کدام کشور، چه مقطعی، فیزیک چی، فلان، همین طور به مرور میاد کوچیک میشه. من گفتم این روش من نیست، این غلطه، من میخوام اینجوری برم، باز برم، من الان در یک جای کوچیک هستم، میخوام بیشتر یاد بگیرم. این بود که این درس‌ها رو در دانشگاه نخوندم. مگر نه از آدم یک کارمند میسازن در دانشگاه. یه دوست خوبی در ایران، خودش اتفاقا دکترا داشت ولی ول کرد دانشگاه، هم دیگه تدریس هم نمیکرد در دانشگاه، شغل کتاب فروشی این چیزا درست کرده بود. خیلی هم آدم تقریبا با تمام دانشگاه یه سر و کار داشت. بگو این دانشگاه درست شدن آدم ها رو بی سواد بدن بیرون. خیلی گله داشت از سیستم آموزشی که بی سواد بدن بیرون. بر صورت بعد از تمام اینها
بعد از سالها مطالعه، فکر کردن، نیرو گذاشتن به این نتیجه رسیدم که بله باید روشن فکرها این داستان را ببرن. اتفاقا تازه این داستان رو راه انداخته بودم، یکی دو سال گذشته بود که یک مجموعه از نویسندگان از ایران اومدن و بعد که من اینو مطرح کردم یکی از این آقایون خیلی خوشحال شد، این اعلامی یک صفحه رو گرفت تا کرگو من به هر قیمتی شده باید ببرم ایران و برد ایران. حالا مطمئنن هم با عده صحبت کرده که بعد که من میرم رفتم ایران و در همین مخصوصا این چند مورد اخیر که رفتم ایران اتفاقاتی افتادیدم، بله یه سری در سطح خیلی بالا با این جنبش آشنا هستن، بعضیشون هم مثل من رو میدونن ولی هیچ کدوم رابطه این دوتا رو، کمتر کسی رابطه اینا رو میدونست، شاید اون شخصی که اینو برده بود، بگر نه در اونجایی که پا شدن و دست زدن گفتن تو رهبر ما هستی. حقیقتش منم نمیخوام رهبر کسی باشم، من نمیخوام مثلا تشکیلات سیاسی معروف عملی برام بندازم، این به عهده شماست کسانی که این توان رو دارن، من فقط میخوام توری ها رو بگم و کسانی هم که میخوان پیرو نظرات فلسفی من باشن باید نوشته من رو دقیق بخونن. سیاست بر صورت یک مقداری به قول معروف پایین بالا یک مطلب راجع به دروغ و سیاست دارم، راجع به چطور کورش با سیاست قاطی شد، با دروغ قاطی شد و امثال هم، در حالی که ابتدا شوکه شده بود. خب یه مقداری هست ولی همش نمد اون باشه، یک چیزایی دیگه هم هست، سیاست علمه. بعد اگر یک جورایی این روشنفکرهای جهان و نه سرمایه دارا و نه کمونیستا و یه امثال میشود خواست کنترل اداره رو در دست بگیرن، اون وقت باید یک سیستم نظمداری باشه. نه اینکه فرض بکنید سرمایه داری آمریکا ده ها سال است جنگ ها در جهان به راه انداخته، هزاران هزار نفر مردم رو کشته، چقدر بمباران های وسیع در ویتنام و در جاهای دیگه انجام داده. متاسفانه این تبلیغاتی که صورت میگیره که شستشوی مغزی انجام میدن و ضعف حافظه، قول معروف حافظه ضعیف و فراموشی ضربات زیادی میزنه و از طرف اونایی که زود جوگیر میشن، یک باره 4 صحبت مطرح میشه اینا دیگه یادشون میره بیشتر 4 چیز دیگه رو بذارن. هر کسی میخواد پیرو فلسفه من باشه باید جوگیری رو در محل عمل بذاره کنار. امروز یه خبری میاد اینجور شده اینجور شده شلوغ میکنن دنیا رو، صبر بکنید یه خود اون قسمت دیگه شم نگاه بکنید ببینید پشت پرده چی هست. درست اینه یه فروشنده که میشینه فقط تعریف میکنه از جنسش که میخواد بفروشه آدمو یه جوره گیج میکنه، اگه خود هوشیار باشی بگو این نقصاش هم چی هست، عیباش چی هست. این کشورها با هم مخالفت دارن، این یکی میاد تمام بدیای اونو میگه، اونی که تمام اونو میگه. در فلسفه من این چنین نیست. ممکنه آدمی بسیار بد باشه ولی یه چیز خوبی هم ممکنه داشته باشه، یا یه موقع کار خوبی هم انجام بده، یه آدمی ممکنه خیلی خوب باشه ولی یه جایی هم یه کار بدی انجام بده. دولت هم همینجور هستن. حالا البته اینکه میگیم خوب یا بد، اولا که ملاک و معیارهای مقداری تفاوت داره. مثلا فرض بکنید یه آدم مواد فروش میشینه با این مواد فروش دیگه صحبت میکنه میگه اون پلیس خیلی خوبه، یعنی چی؟ یعنی پول میگیره مواد ما رو رد میکنه. آیا واقعا خوبه؟ یا یک آدم جنایتکاری که داره جنایتای میکنه میگه اون آدم خوبی، یعنی ما وقتی جنایت میکنیم و اون بخواد ما رو بگیره ما پول بهش میدیم جنایتمون رفع رو جو میشه. آیا واقعا اینجوریه؟ ملاک و معیار فرق میکنه، اما با این فرق کردن یک ملاک و معیار هم هست که ما بهش میگیم انسانی. همچین هم نیست که کلن
هیچ چیزی وجود نداره، نه ملاک میاره مواد فروشه که فرض کن الان مواد ممنوع هستش یا فلان به دلیلای مثلا فرض کن میگه خانواده رو برباد میده یا هم چیزی، خب در مجموع این وره داستان هستش. اونی که میگه خوبه اون نه، در کلیت در روابط انسانی یک ملاک و معیارهایی هست که بگیم این عمل انسانی هست یا این عمل نیست. اینکه فرض بکنید برای منافع یک عده سرمایه دار بیان در جای جنگ برا بندازن، حتی اقلش این باشه که اسلحه هاشون رو بفروشن که خیلی هم میگن بله این جنگ ها برای فروش اسلحه هست، و بعد کنترل اون کشور رو در دست بگیرن، خب مسلمه این انسانی نیست. مسلمه که این روش انسانی نیست. کسانی که پیرو نظرات من هستن، نه پیرو من، من خیلی کار رو ممکنه بکنم، منم یک انسان هستم، شما هم خیلی کار رو میخواید بکنم، اما دوزی نکنید، مال مردم نخورید، کارهای دیگه مثلا علاقه مندی های انسان ها با هم فرق میکنه، روش های انسان ها با هم فرق میکنه، جزئیات زندگی آدم ها خیلی زیاد هست. ما وقتی صحبت الان باز این پرانتز رو باز کنم، وقتی میگیم مسائل انسانی یعنی اینکه رعایت همدیگه رو بکنیم، به همدیگه کمک بکنیم، مال همدیگه رو نخوریم. وقتی میبینیم که مثلا من با به دست آوردن این مبلغ پول باعث میشم که یه دادم فقیر حتی آب ندارم بخورن، نون ندارم بخورن، خب این غیر انسانیه. حالا ایرانی ها مثلا به مناطق فقیر خودشون اشاره میکنن، من جایی رفتم در کشورهای مختلف که برق ندارن، اصلا برق نداره، هوا که میخواد غروب بشه همه میرن خونه، پای تختش اینجوریه، پای تختش مثلا فرض کن سر تا سر خیابون 4 تا از این چیزای آفتابی گذاشته، به همین اندازه برای چند ساعت شب چراغی روشن است. یا فرض کنید شاید مثلا بهترین هتلش یه جنراتور برای خودش داشته باشه، آخر یا ساعت جمهوری چیز داشته باشه، ولی حتی ادارات وزارتخونه‌هاشون هم شب برق ندارن، گامبیا مثلا یا سیرالئون آب ندارن، اصلا آب لوله کشی وجود نداره، ولی همون کشورها دارن سالیانه میلیاردی غارت میشن توسط همین انسان‌های خوب، همینایی که شما میگید دموکراسی. و این دموکراسی چه معنی داره؟ انسان بشر دوستی، حقوق بشر یعنی چی؟ فقط دزدی بکنه آدم بیاد پول داشته باشه برای پسرش یا دخترش بهترین ماشین و خونه رو بخره، این خوبه؟ این حقوق بشر رو رعایت بکنه چون در کشور خودش تونسته همه رو خفه بکنه. تصورشو بکنید. حالا همه فکر میکنن که مثلا اینجا دموکراسی، خیر نیست. من که خودم ضربش رو خوردم، من از زمانی که اومدم سوئد نمیدونستم که ممنوع استخدامم و کاملا تحت نظر، به خاطر اینکه فرض کنید من با اسرائیل مخالف بودم و این مملکت در دست اسرائیل. اگر به فیسبوک من نگاه بکنید اونجا نوشتم، شغل نوشتم به خاطر فشاری من ممنوع استخدام هستم از طرف سازمان امنیت این کشور، و کسی نمیدونست که در استخدام این کشور برای استخدام شدن سازمان امنیت بد نظر بده، حتی برای شغلای معمولی سازمان امنیت بد نظر بده. یه سری آدم ها میشناسن که با یه سری حزب کمونیست بودن، حزب کمونیستی، این اصلا کارگیرشون نمیمن. همین خونه که الان من نشستم توش، همین ساختمون، تو زیر زمینش دفتر یه حزب کمونیسته. اینا یکی دو سال پیش منتقل شدن اینجا، رئیسشون هم میشتاختم از سالها قبل. یکی از اون جاهایی که اگر کسی مثلا عضوش باشه کاملا زیر نظره، حتی ممکنه بهش کار ندن. اینجوری نیست که فکر کنی اینجا آزادی، همه چیز آزاد است. من از ایران که فرار کردم در همون جریانات اعدام های سال فلان، که همین الان میگن آقای رئیسی هم جزو اونایی بوده که حکم اعدام میداده، خب من فهمیدم که اتفاقاتی میخواد بیفته و
دوستانی هم که در این روابط بودن، بچه های سیاسی که زندان بودن و امثال و منتجه، گفتن فرار کن که اسم تو لیست و اتفاقاتی داره میفته. من فرار کردم رفتم دبی و از دبی که اومدم اینجا به خاطر این روابط منو در رابطه قرار دادن. از جمله یک آقای بود خبرنگار خیلی معروفی بود که میگفت من با چند تا از رؤسای جمهوری ها مصاحبه کردم. در شهر دیگه بودیم، در شهر آربرو، این خبرنگار اون روزنامه بود. پس یه بار که ما صحبت میکردیم راجع به آزادی، من اون روز نمیدونستم که اینجا آزادی نیست. خندید، اینجا هم سانسور هست، همچی نیست، همه چی آزاد باشه. بعد چشم من باز شد، شوکه شدم، یه خورده دقت کردم. حالا دست تقدیر یا اینکه اون سابقه که من داشتم منو در روابط قرار میداد که چیزایی رو میفهمیدم که دیگران نمیفهمیدم. مثلا همین نمونه، همین آقای دکتر نجفی با اینکه سالها تو این شهر بود، هیچ کس نمیدونست که این رئیس کتابخونه سلطنتی. ولی خونه من میومد اینجا، مبلی بود که تحت خوابم میشد، با هم مینشستیم اینجا ساعتها، 4-5 ساعت با هم صحبت میکردیم. اتفاقا خوشش میومد، میگفت تو بهترین خونه رو داری، کتاب داری، موسیقی هم داری، مشروب هم داری. حالا دوستانی که سالهاست با این جنبش روشنفکری آشنا هستن و یا با من آشنا هستن متوجه میشن که رابطه من با اون جنبش چی هست. من از زمانی که اون جنبش رو شروع کردم به تمام این احزاب سیاسی که میشناختم و فعال بودم گفتم دیگه نمیخوام رابطه با اتون داشته باشم، میخوام بشینم روی تئوری ها کار بکنم. سازمان اصلا مهم نیست، درست کردن سازمان، فکر رو باید درست کرد. همین الان اگه نگاه بکنید اکثرا با دینم مخالف هم، ولی نمیدونن میخوان چه کار بکنن. خیلی ها دیدگاه سیاسی دارن، صداقت هم دارن، تمام نیرو و توان و عمرشون هم گذاشتن، ولی چیزی ندارن ارائه بدن. و در این شرایط خاصی که الان در دنیا به وجود اومده، با این همه پیچیدگی که ایران در میگم قلب این پیچیدگی قرار گرفت، حالا به دلایل خاص، شما چی داری؟ فرض کن حالا میگی سرنگونی، سرنگونی، این رژیم رو سرنگون کرد، تو چی داری؟ مادر بزرگ پیر من که اصلا سواد نداشت، موقع که ما همون دوره نوجوانی بودیم، همون 13-14 سالگی یه خود صحبت های بر علی شاه میکردیم، یه چیزی گفت که همین علامت آویزه گوش همه بشه. آویزه گوش من شد، البته خب بازم عمل نکردم، شرایط خیلی جور دیگه بود، تا حالا یه خوب فهمیدم داستانم. گفت پسرم این شاه الان آدماشو کشته، یعنی دشمناش، یعنی کسی که باید میکنه، جیباشم پر پول کرده، تا یه کسی دیگه بیاد آدماشو بکشه جیباشو پر پول بکنه هیهات. بله، من در صحبت‌های قبلی گفتم که رضا شاه هیچی نداشه، مستاجره خونه بود، حالا برجستگی داشته، هر چیزی یا غرب خواستن برسه، به خاطر یه سری چیزاش اینو آوردنش بالا و بعد خوب حالا بگیم دزدی کرد، به زور گرفت، هر چیزی پولاش. اونا رفتن، یه عده دیگه اومدن، اینا به فقر فلان نبودن، توضیحاتشو دادن، ولی اگه اینم بره، چند تا میلیاردر ایرانی میشناسید که متشکلن و میخوان بیان در ایران و خب سرمایه گذاری بکنن بعد از رفتن اینا چیز بشه، کدوم مدیریت؟ مملکت سرمایه دارم لازم داره، گفتم که با سرمایه دار مخالف نیست. یعنی اگه شما بیه و سرمایه نداری، بعد بری دنبال یه سرمایه دار بگیری، حالا ممکنه همین آقایون رو دوباره خواهش بکنی، شما مثلا چند میلیارد پول داری به سرمایه گذاری بکن، فلان کارخونه رو بسازی، فلان بسازی.
من فکر کنم الان حدود یک ساعت صحبت کردم، ساعت رو گذاشتم جلوم، دفعه پیش اینجا بود نمیده گذاشتم جلوم که زیاد صحبت نکنم. باید این صحبت ها رو در همین جاها دو چند لحظه دیگه تمام کنم. در صحبت های آینده میام این کتاب ها رو، مقالاتشون رو، نوشته هاشون رو معرفی میکنم. همین الان اگر بخوام کتاب رو نشون بدم، فلسفه واقعی، فلسفه کاذب، نقد، سیاست، فلسفه، دین و فلسفه. البته اینا مجموعه مقالات هستن. فرض کنید در همین کتاب الان مقالاتی که هست: تحقیق در دین یهود، بحثی در یهودیت، مسیحیت و اسلام، نگاهی به بعضی مطالب عدتیق، سنگسار مخصوص یهودیان است، شرقشناسی علمی، شرقشناسی فرمایشی، بازشناسی ریشه های چند نکته تعیین کننده در وقایع منطق و جهان، بحثی در لغت، در تاریخ، لغتشناسی عدتیق و قرآن، بحثی در سه سخن، بررسی سه سخن زردوش، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، آب و شراب در پارسی، عربی و قرآن، ختنه در قرآن و سنت محمد، قرآن کلام محمد است، حمله فیزیکی عوامل موساد به من، در دستم رو شکندن، آنتیسمیتیزم ترمی نجات پرستانه است و و و. این کتاب راجع به نگاه فلسفی به عشق که هیچ کس تا به حال این چنین نگاهی به عشق نکرده، و نظرات فلاسفه، نظرات عارفان، نظرات افراد مختلف، نظرات ادیان راجع به عشق و گستردگی عشق و تمام اینها رو صحبت کردم. نوشته های فلسفی ببینم در اینجا، بله، نگاه فلسفی به حافظه تاریخی که مطرح کردم، سن عقل، سن عقل سیاسی، سن عقل فلسفی، سن عقل فلسفی بالاتر مرحله عقل، هوش چیز، عقل کدام است، خوشمغزی یا خوش اندیشی و آزاد اندیشی، نگاه فلسفی به رابطه سیاست با دروغ، نظرات سقراط و گزنفون، بحث فلسفی در شادی و خوشی، اعتراف به نادانی عقل است، هستی چیست، آیا خدا و یا ماده وجود دارند، ادامه بحث فلسفی در زمان و و و و آنچه مارکس گفت ضد عقل و فلسفه بود و نکات مطالب کوچیک کوچیک فلسفی و البته مهمترین کتاب این بود که بعد از 2000 سال ثابت کردم که عیسی مسیح یهودی نبوده. این شکاف بزرگی میان مسیحیان با یهودیان و خود مسیحیان انداخت، مخصوصا که بیشتری از مسیحیان مسیح صهیونیست شدن به خاطر اینکه گفتن خب عیسی مسیح یهودیه، که من اینجا اشاره کردم نهایت گفتم خب اگه یهودی باشه باش، مگه پدر مادر محمد کافر نبودن؟ هیچ کس نمیاد که صحبت اون رو با قرآن چاپ بکنم بده بیرون، چون اصلا کارتون با عقل نمیخوره. و بعد اینو که به کتابخونه‌های بعضی دانشگاه‌ها و کتابخونه‌های ملی دادم، اینها مخصوصا عاشق این قسمت شدن: My philosophy, method and follower. فلسفه من، متدش و پیروان. این همین دو سه صفحه کوچیک تمام این دانشکده‌های علوم اجتماعی رو به هم ریخته بود و مخصوصاً کشورهای فقیر اروپایی که دارن از این دکون نون می‌خورن و دانشگاه‌هاشون رو ثروتمندا خریدن. یه مقاله هم راجع به همون در این کتاب، آخرین کتابم هم دارم که مثلا در همین سوئد آقای والنبری با یک دو میلیارد پول که میده یه سری پروفسورای برجسته سوئد رو خریده و مغزو همه شستشو میدن میشن، که توضیحات بیشترش هم باز در یک کتاب، در یک مقاله دیگه به عنوان شرق شناسی واقعی، شرق شناسی فرمایشی، که
این چیزی که در اینجا دانشگاهشون در تدریس میکنن یک شخصشناسی کاذب فرمایشی به خاطر پولی که از اون سرمایه‌دارا میگیرن، قدرت سرمایه‌داری که من باش مخالف هستم، قدرت سرمایه‌داری به این شکل و باعث بدبختی و فلاکت دنیا میشن. مردم نمیفهمن، میگه آها پروفسور داره میگه. حالا که این رو گفتم بذارید یه نکته دیگه هم بگم. من همون ابتدا که این جنبش رو انداختم، مثلا فرض کنید که یه آقای اومد گفت در فلان کشور دو تا از این پروفسورهای برجسته عاشق فلسفه تو اصلا میخوان بیان مثلا همکاری بکنن، پیرو بشن یا همچین چیزی. گفتم باشه، حالا باش. یا فرض کنید یه آقایی که در یکی از این احزاب سازمانهای سیاسی خیلی هم مقامی داره فلان، این فکر نمیکرد که من میشناسم این داستانا رو، اون نمیشناخت، یعنی با اون مقامش نمیدونست که من چیکار هستم. هر چیز پیغام داده بود که من میخوام بیام عضو این چیز بشم و اینا، و از این چیزا زیاد اومد، همه رو گذاشتم کردم. چرا؟ چون اول باید این فلسفه تکلیف خودش رو روشن میکرد. یه قسمتش روشن شده بود و اینکه دنیا روی عقل بشره، بعد بقیه جزئیاتش هم حل میشد که 20 خورده سال طول کشید تا اینا رو حل کردم. و به همین خاطر میبینید که در این آخرین کتاب، یعنی این ابتدا این کتاب رو منتشر کردم، بعد کتاب عشق رو، بعد این سه تا دیگه رو، و در نهایت وقتی که این کتاب فلسفه واقعی، فلسفه کاذب، چرا افلاطون دموکراسی رو بدترین سیستم نامید، در اینجا اون صحبتی رو که خوندم براتون راجع به فلسفه کامل، من یک فیلسوف حساب مکتب هستم و در طول تاریخ بشر هیچ کسی مثل من نیومده، این رو هم دیگه منتشر کردم. جالب اینه که در پیش گفتارش یک بحث جالبی هست، فلسفه و نقش اهمیتش. وقتی که ما میگیم نمیدونیم جهان چیه فلان به ما، پس چطوری میخوام راجع به مسئله بحث بکنم؟ چند خطش رو بخونم. فلسفه و نقش و اهمیت آن چیست؟ فلسفه بررسی علمی، منطقی و معقول شناخت جهان و روابط انسان‌ها و ارائه راه حل است. در همین تعریف سوالات زیادی پیش می آید. علم چیست؟ منطق چیست؟ عقل چیست؟ بعد مطرح کنیم خب اگر ما این چیزها رو بعضی چیزها نمی دونیم چطوری می خواهیم راه حل بدیم؟ پاسخش رو هم دادم. حتی به این مسئله پرداختم که آیا حیوانات و جامدات، تو پرانتز همه چیز در جهان بغیر از انسان، آنها هم داره عقل و احساس هستن؟ آیا حیوانات به چگونگی هستی میپردازن؟ اما چگونه است که آن موجودات غیر از انسان علم دارن لیکن فلسفه ندارن؟ فلسفه چیز، ایده چیز، تئوری چیز؟ اینها رو هم در مقدمه این کتاب توضیح دادم. مقالاتش هم بیشتر در مورد مسائل سیاسی است. و یک مطلب هم در نهایت از مولوی آوردم، موضوع بسیار جالبی هست که مولوی مطرح میکنه. میگه وقتی میخوان یک توتی رو زبان یادش بدن، یا اینو جلوش میذارن میرن پشت آینه، توتی خودش رو میبینه، فکر میکنه یک نفر از جنس خودش رو بروشه، بعد اینا از پشت باش حرف میزنن، فکر میکنه از جنس خودش جواب میده. من رو اون یک تفسیر خوبی دارم. آدم هایی که میشینن پای یک سری صحبت ها و جوگیر میشن، مثلا همه چیزشون از دست میدن، بعد میان همه جا صحبت میکنن، اون حرف ها رو میزنن، فکر میکنن حرف خودشون هم هست، فکر میکنن حرف خودشون، نمیدونن که شستشون مغزی شدن، اونا میتونن خطرناک باشن. تأکید من بر این است که اونهایی که طرفدار فلسفه من هستن آرام، خونسرد، متین، جفگیر نشن. نیازی به جنگ نیست، نیازی به سرنگونی نیست، باید به مرور با جریانات پیش رفت. وضعیت جهان هم بسیار عجیب غریب شده. صحبت های من در اصل ترویجی هستش. سالها قبل یکی از آقایونی که توی که از این رادیوی بین المللی کار میکرد گفت شما کار تبلیغی میکنید. گفتم خیر قربان، شما نمیدونی تبلیغ و ترویج چیه.
من اصلا علاقه به کار تبلیغی ندارم، من کار ترویجی میکنم. کار تبلیغی اینه که یه نفر میاد شعار میده، فلان میکنه، چهار تا دروغ میگه، حالا میبینی چقدر دروغ دارن پخش میکنن. چند ماه پیش یه نفر نمیشه آقای خامنه ای مرده، یکی میگه فلانی جریان ظریف که پیش اومد و هم ورود شد، از این چروغ پروغ همین الان هم دارن همینطور میگن، هر کدوم شلوغش میکنن، یه خبر کوچیکی میاد گندش میکنن. اینا میگن کار تبلیغی، میخوان آدم دور و بر خودشون جمع بکنن. برای من اون نیست، کار ترویجیه. به قول اون مثال سیاهی لشکر نیاید به کار. تعداد اندک بفهمن این حرف ها که من میزنم یعنی چی، ریشه آن چیست. بهتر از اینه که 100,000 نفر بیان علیکی لایک بزنن خودشون هم نمیفهمن چی گفتن. ابتدا باید یک مش آدم های عاقل، صبور، منطقی با این داستان آشنا بشن، کنار بیان. من نیروم روی اون کار است. حالا اگر آدم های دیگه هم 100,000 نفر هستن، علاقه من هستن، راه به چای ندارن، خب به قول معروف فبها، و این وظیفه اون تعداد افرادی هست که این صحبت من رو میشنون به دیگران برسونن. پیشتر هم گفتم من با هیچ رادیوی علاقه مند مصاحبه نیستم، با هیچ تلویزیونی نیستم، چرا که نمیدونم اونها وابسته به کجا هستن و هدفشون چی هست. یه موقعی با یکی از اینها صحبت کرد، اصلا مایه ننگ و بدنامی هستی. من قبلا هم گفتم اصلا صحبت با امثال بی بی سی و وایس اف امریکا و رادیو اسرائیل و امثال هم، این اصلا باعث ننگه. ولی اگه خودشون میخوان نوشتن من پخش بکنن، بکنن. من نمیگم نکنه، وقتی دارم یک چیز رو علنی داریم میگه، نمیتونه جلو کسی هم بگیره بگه نکنه. بله بکنید، میخواید پخش بکنید پخش بکنید. اما شما ها که وابسته به یک جایی هستید و هدفمند عمل میکنید، من با شما کار ندارم. خوشبختانه حالا همین امکان هست، از همین امکان استفاده میکنم و هر کس با صحبت های من موافق هست، اینها رو در حد توان خودش پخش بکنه. من صحبتامو تمام میکنم تا در آینده به مسائل مختلف بپردازم. یک سری مسائل که در این کتابا مطرح کردم اونها رو باز بکنم تا خیلی چیز روشن بشه. همونطور که اشاره کردم، حد نظر دینی، قوانین دینی، قوانین سیاسی، روابط اجتماعی و خیلی مسائل دیگه. هرچند که چندان به قول معروف مشتاق سخنرانی های طولانی و زیاد نیستم، هرچند وقتی یک بار یک صحبت اینجوری مطرح میکنم، مقداری هم در سایت هم هست یا در فیسبوک، چون فیسبوک الان یک موردی هست که آدم میتونه خلاصه کوتاه هر روز بنویسه. سپاسگزارم از اینکه تا الان به صحبت من گوش دادید. امیدوارم که چیزی دستگیرتون شده باشه، قابل استفاده بوده باشه. بدرود.